چی چیکار کرد؟ بیایم ببینیم حکایت سامری بنی اسرائیل با آخوند ولایی چقدر با هم شبیه هست خداوند متعال در سوره تاها در سوره تاها خداوند متعال حکایت حضرت موسا علیه السلام رو برای ما نقل میکنه که چطور موسا علیه السلام بنی اسرائیل رو از زیر سلطه یک تاغوت بزرگ از زیر سلطه فرعون نجات داد بنی اسرائیل رو گرفت و از مصر حرکت کرد تا رسیدن به دریا وقتی که دریا جلوی رویشون بود و پشت سرشون هم فرعون با آن نیروی بزرگش اومده بود که اونها رو قلقم بکنه به فرمان الله متعال دریا شکافته شد و موسی و یارانش از دریا عبور کردند فرعونیان در دریا غرق شدن و بعد از این معجزه بزرگ که دیگه بعد از این دیگه هیچ اه... کسی دیگه نباید در وجود الله متعال شکی داشته باشه ما همچنین مسیر رو طی کردیم ایرانیان ساواک رو شکست دادن رژیم تاغوتی فرعون زمانه اون زمان شاه کی بود شاه کسی بود که وقتی رو می رفت دماغش رو به آسمان می چسبون. فکر می کرد که دیگه کسی نیست که این نظام شاهنشاهی و این ساواک و این قدرت رو شکست بده اما خداوند متعال چنین خواست که کمر طاقود شکسته بشه و ملت ایران از داخل این خروش این ملت خروشان ایران در واقع از داخل این اقیانوس حالناک ظلم و ستم به اون سوی آبها برسن خب در اونجا که رسیدن بنی اسرائیل وقتی رد شدن از قومی گذشتن که اون قومها بود پرست بودن گاو رو میپرستیدن و این بنی اسرائیلی که تازه از این معجزه یا این معجزه بزرگ الهی رو دیده بودند و از این ظلم و ستم نجات پیدا کرده بودند، الان باید برمیگشتند و در ساختار ارزش های موسا علیه السلام و عدالت و ایمان به الله متعال و عزت نفس و آزادی زندگی در پرتوی آزادی باید لذت می بردن از این نعمت استفاده می کردن. اما نه گفتن اجعل لنا اله هم لهم علیه برای ما هم یک خدایی مثل خدای اینا گاو یا حضرت موسی برای ما یک گاوی هم شما مشخص کنید که ما عبادتش کنیم مثل اونا اونا ببین گاوی خوب خوشگلی رو دارن عبادت میکنن یعنی این عظمت الله این معجزه ها این رهایی از این بردگی و قید برد... نه هنوز با بردگی اونس داشتن ما هم خیلی از جامعه ما هم همچنین حالتی رو داشت خب بعدش اومد و موسا رفت به دیدار پروردگار تا الواح رو همون تورات رو تحویل بگیره و بیاد در این مدت زمان در این قوم کسی دیگه ای بود به نام سامری این سامری که در واقع نماد آخوند ولایی امروزی ماست این سامری چه کار کرد؟ رفت در بین بنی اسرائیل این بنی اسرائیلی که یک مرحله از انقلاب رو طی کرده بودند و از پیش فرعونیان فرار کرده بودند خیلی از زنهاشون اومده بودند چکار کرده بودند رفته بودن پیش همین کسایی که سیداشون بودن رفته بودن از اینها زیورالات و طلا و جواهراتی رو به قرض گرفته بودن که ما یک ایدی داریم در این اید ما ازش استفاده میکنیم و برمیگردونیم اینها میدونستن که دیگه میخوان فرار کنن میخواستن بعضی از اموال اونها رو بدوزن اینها تو دلشون بود وقتی که این معجزه صورت گرفت این, این تو وحشت در دلشون بود که نکنه این مالی حرامی که ما برداشتیم و ما از اونا امانت گرفتیم ما به خیانت کردیم این بلای جان ما بشه سامیری از همین استفاده کرد و گفت که بله اینها مال حرام هست این طلاهاتون رو بیارید همه طلاها رو آوردند و تحویل سامیری دادند یا در آتشی که سامری برپا کرده بود در اون آتش انداختند و سامیری هم طلای و که هم را داشت اونها رو هم ریخت که اینها ذوب بشن و اینها رو ذوب کرد و با یک مکاری و حیله و ترفندی تردستی خوب یک گاو طلایی یک گوساله رو ساخت اما اینقدر مهارت و تردستی داشت که این گوساله رو طوری ساخت که وقتی که هوا داخل این گوساله میرفت از اون دهن گوساله یک صدایی انگار که صدای گوساله هست بیرون می اومد و به بنی اسرائیل گفت که این خدای شماست من تونستم به صدا در این این قداستش تو داد گفت که وقتی که جبریل اومد و زد به دریا و دریا دو نصف شد من از همون جای خاک پای جبریل خاکی گرفتم و این خاک مقدس رو زدم به این گوساله این گوساله الان روح داره و این شما رو به خداتون میرسونه دقیقا همون تعویل ها و همون تفسیرها ها و همون مکروهیله هایی که امروزه ما داریم که این امامزاده ها چی کار میکنن امامزاده ها در واقع همون گوساله های تلاییه سامری هستند و وقتی هم به امامزاده ها نگاه میکنی واقعا هم طلا رو در اونجا به وفور میبینی چند تن طلا در نمیدونم مرقد امام رضا خرج شده چند تن طلا در قبر خمینی چند تن طلا در نمیدونم معصومه چمکران شاه عبدالعزیز شاچرا نمیدونم کربلا نجف واقعا همون حکایت بنی اسرائیل و گاو سامری همین نیست و بنی اسرائیل رو به شرک به خدا واداشت تا اینی که موسی علیه السلام اومد و زد همه این مزخرفات رو از بین برد یعنی یک انقلابی دیگر انقلاب اول موسی علیه السلام انقلاب آزادی بود این ملت آزادی رو فقط در جزء اولش که فرار از ظلم و ستم فرعون بود در همون خلاصه کردند اما آزادی فکر آزادی اندیشه آزادی فرار از اون باورهای پوسیده کفر و شرک و بتپرستی این نیاز به یک انقلاب دیگه داشت که حضرت موسی علیه السلام اومد و یک انقلاب دیگه ای رو در این قوم به راه انداخت این انقلاب بود که مؤمنان رو آورد نتیجه اون آخوند سامری چی شد؟ آخوند سامری رسید به مرحله لا میساس. خداوند متعال اون رو بیماری مبتلا کرد که دیگه از اینی که مردم به اون دست بزنند وحشت داشت و فرار میکرد از مردم